با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز جمعه است، 17 جولای 2015 برابر با 26 تیر ماه 1394. امشب شبی بود که ما دیر شروع کردیم، به علت این که ما آمدیم خلاصه ماشین نوعی که عرض کنم که لونر هست، در واقع دوست عزیزم آقای پرویز آرامی پور روشن نشد و ما دست به دامان آقای شجره شدیم که با لباس منزل آمدن و ما را آوردن در تلویزیون. از شما خیلی پوزش میخوام که 10 دقیقه یا بیشتر تأخیر داریم و اجازه بدید بدون عرض کنم که سخنان مقدمات که ما همیشه در خدمت شما عرض میکنیم، خدمت شما عرض کنم که مفتخر هستم که امشب در خدمت آقای دکتر کریم قسیم هستیم که در اروپا هستند. دکتر قسیم در واقع یک عمر در کار مبارزه بودند، مبارزات سیاسی، و در این چندین سال گذشته در زمینه موضوع محیط زیست تحقیق کردند. امروز با ایشون صحبت کردم، یک چند دقیقه هم گپ زدیم و صحبت کردیم و ایشون افتخار دادن که ما امشب در خدمتشون باشیم. درود می‌فرستم به جناب دکتر کریم قسیم، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما آقای مشیری، منم خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم. بالاخره این بسیار دست داد و درود می‌فرستم به تمام بینندگان شما، شنوندگان شما در ایران به خصوص و در سراسر جهان. در خدمت هستم، خوشحالم میشم از صحبت. فقط اشاره بکنم من از 22 سال پیش به مسائل محیط زیست ایران پرداختم و صدها مصاحبه و مقالات کوچک بزرگ در این دوران طولانی در مورد دردهای محیط زیست ایران نوشتم و خوشبختانه یکی دو سال نیست، واقعا از قدیم وضعیت محیط زیستی رو میشناسم و میتونم مقایسه بکنم و دستاوردهای آخوندی رو البته با درد و ناراحتی میشه در این زمینه توضیح داد برای هموطنان. خیلی متشکرم از شما دکتر قسیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد ماجرای محیط زیست بشویم، چون همه هموطنان عرض کنم که در حال و هوای این امضای این در واقع موافقت نامه هستن یا قرارداد بین ترکمنچای جان ترکمنچای، بله ترکمنچای، این مطلب رو از شما سوال کنم و قبل از این که شما بفرمایید عرض میکنم دیدم مردم جشن گرفتن. جشن برای چه گرفتن؟ برای اینکه تحریم ها برداشته شد. کسی فکر نمی کند چه کسی باعث این تحریم ها شد. خیلی جالبه که بعضی کسان در مملکت ما این داستانا توجه نمی کنن که آقا چه کسی با ایران که در تحریم بین المللی نبود، ایران که بدنام نبود، چگونه شد که بدنام شد، چگونه شد که از نظر کشورها و جمعیتهای جهان نفر آخر هست کنار کره شمالی، و چه شد که این تحریم ها شد علیه ایران، چرا ایران ایزوله شد به قول فرنگی ها. جشن گرفتن که تحریم ها برداشته شد. این مطالب و مسائل واقعا عجیبه. یعنی اگر مملکت ما دارای یک سیستمی بود، دارای یک قانونی بود، باید این آقای خامنه‌ای بارها تا حالا محاکمه شده بود به خاطر این زیان و خسرانی که به ملت وارد کرده است. من میخوام ببینم که نظر حضرت عالی در این باب چیست دکتر قسیم. عرض کنم که این داستان برمیگرده به 30 سال پیش. در سال 64 آقای خمینی به توصیه افرادی که در کنارش مدیریت خیلی امور رو داشتن مثل رفسنجانی و دیگران، این پروژه‌ای که خوابیده بود و تمام شده بود و حتی اوایل انقلاب من خوب یادمه در روزنامه‌ها صحبت از پروژه‌های اتمی، نیروگاه اتمی به عنوان یک خیانت سخن گفته میشه. بله. ولی از 64 این مسئله شروع شد، منتها در خفا و عینه مثل پروژه بمبی که هیتلر در زمان جنگ جهانی شروع کرده بود، تمام ابعاد این پروژه در خفا شروع شد. از اون 30 سال پیش 18 سال
اینها کاملا در خفا تمام پروژه ها رو پیش می بردن تا اینکه اولین افشاگری ها انجام گرفت و دست اینا رو شد. شما ببینید در این 30 سال بیش از 300 میلیارد دلار خرج این پروژه شد. بله. بیش از هر دوران دیگری در تاریخ ما گرفتار عواقب و عوارض این پروژه شدیم و گرفتاری های فوق‌العاده زیادی در عرصه سیاست، در عرصه امنیت، در مسائل استراتژیک و در مسائل امنیتی داخل کشور، در مسائل مربوط به ساختارهای اقتصادی، اصلا بسیاری از پروژه های اقتصادی رو اینا خوابوندن که سرمایه های مربوطه رو وارد این پروژه اتمی بکنن. رقم 300 میلیارد دلار رقم رسمیه آقای مشیری. بله. بسیاری از ارقام مخفی وجود داره. اصولا ولایت فقیه شخص خامنه ای قبلا هم خمینی بودجه‌ای که برای بودجه واقعا هیولایی که برای این پروژه اختصاص دادن تا همین امروز نه در معرض دید مجلس خود این رژیم بوده و نه در معرض دید هیئت امنای معتمدین. هیچ کس یک وضعیت مخفیانه در خفا این کارا رو کردن با تمام خدعه و نیرنگی که ما از سیستم آخوندی و این دم و دستگاه در تمام زمینه ها میشناسیم. شما میدونید که پروژه اتمی در واقع در مقابل غرب و با انگولک شرق پیش رفته، یعنی ما که خودمون دارای امکانات علمی مربوطی نبودیم. بله. اول بایستی از اون پاکستانی معروف، قاشاقچی معروف، نظامی قاشاقچی معروف اتمی با میلیاردها دلار اولین طرح‌ها رو بخرن و بعد شروع بکنن به صورت مخفیانه. تا همین امروز هم تمام اطلاعاتی که غرب و دستگاه‌های تجسس بین‌المللی، آژانس بین‌المللی اتمی داره، همه اینها به صورت قطعی پیدا شده یا افشا شده، جمع شده و در اختیار ارگان‌های بین‌المللی قرار گرفته. به هیچ وجه این پروژه جنبه عادی، جنبه علنی و جنبه رسمی قابل اعتمادی نداشته. مطمئن هستم همین اکنون هم به هیچ وجه جنبه‌هایی که تاکنون کشف نشده به این سادگی ها علنی نخواهد شد. این که در ایران در اثر تحریم، در اثر فشارها اصولا برای هر فرصتی در شادمانی و بزن و برقص نسل جوان نهایت استفادهشو میکنه، این به نظر من خوب قابل فهمه. اما اگر اندکی هم جوانان ما، نسل جوان ما به فردای همین فردای آینده نزدیک، نه آینده دور، آینده نزدیک نگاه بکنن، همراه با این جشن و شادی به این فکر هم باشن که بالاخره ما که 30 سال تمام ملت ما چوب رو خورده، همراهش پیاز هم نخوره. عواقب بسیاری از این نوع مذاکرات و این نوع گفتگوها و این نوع توافقات چیزی جز به باد دادن این قرارداد وثوق الدوله، این قرارداد دارسی، نه چیزی جز به باد دادن بسیاری از امکانات داخلی کشور و در اختیار استعمارگران و نیو استعمارگران جهانی نیست. یعنی در واقع ملت ما هم 30 سال فلاکت ناشی از این پروژه رو که در واقع هدر رفتن به اتلاف سرمایه های مملکت بوده در ابعاد و غولاسایی که مملکت نیاز داشته، عواقب این دوران 30 ساله رو مملکت و ملت و مردم و ما به خودشون دیدن. اقتصاد ایران صدمات مهیب خورده، صدمات مهیب ما در عرصه‌های دیگر خوردیم، ساختارهای اشتغال در ایران زخمای وحشتناکی پیدا کرده چون سرمایه‌گذاری نکردن، چون امکانات مملکت رو یا صرف پروژه اتمی و پروژه های نظامی و سرکوب و دادن به بشار اسد و دیگر پروژه های منطقه‌ای صدور به اصطلاح انقلاب کردن که میبینیم در سوریه به چه وضعی نشسته و چه نتیجه‌ای داده، یا اینکه مملکت در واقع نه یک درمیون دچار اختلاس های میلیاردی بوده و یک چنین وضعیتی خب برای نسل جوان، برای مردم ایران واقعا یک وضعیت
دراماتیک بوده و از هر گونه فرصت کوچکی برای اینکه کمی راحتی و کمی شادی رو بدون اینکه کهریزکی خطر داشته باشه، بدون اینکه گرفتاری‌های امنیتی پیش بیاد، این قابل فهم است. به نظر من در کوتاه مدت بایستی این رو قابل فهم دید و همینطور هم باهاش برخورد کرد، ولی این قلاده‌ای که به گردن رژیم وحشی افتاده، این قلاده حالا حالا ها مسائل خودشو خواهد آورد و امیدوارم که نسل جوان ضمن این شادمانی که انجام داده به عواقب این وضعی که پیش آمده، این قراردادی که در واقع قابل مقایسه هستش با قراردادهای ننگین وثوق الدوله و دیگر قرارداد دارسی، این واقعا بیخود نیستش که رسانه ها و کارشناس ها اسم یک چنین قراردادی گذاشتن، ترکمنچای اتمی. بله، این آقای رهبر مقتدر و محترم جمهوری اسلامی پیشا پیش گفته است که ما به دنیا بداند که ما از کمک از به مستضعفین جهان دست بر نخواهیم داشت. این بدون جهت نیست که ذهنیت مردم را آباده می کند که این پولهای گزاف رو که می گیره باز مثل سابق به نمیدان تروریست های لبنان و بشار اسد و اینا حتما کمک ها ادامه بدهد. واقعا در تمام منطقه شما ببینید، از یمن دخالت می کنند تا بشار اسد و شاخ آفریقا و تمام عرصه‌ای که به نام جهان اسلام شهرت داره، در واقع محل بانور راهکارهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اولین دولت اسلامی به اصطلاح بوده. حالا این خودش بحثیه، اینها بیشتر دستگاه توتالیتر هستن که با نقاب مذهبی دارن کار میکنن، یا واقعا همین از اسلام و مذهب و تمام بدبختی هایی که الان توی این 36-37 سال ملت ایران، مردم ایران و منطقه و جهان بر سرشون اومده، ناشی از همین اسلام و فکر آخوندی هستش که بر ایران حاکم شده. واقعیت اینه که تمام بحران‌های بزرگ منطقه یک سرش روی دوش و پروشه های جمهوری اسلامی بوده. نظام ولایت فقیه در عرصه سیاست خارجی قابل مقایسه با نظام‌های فاشیستی قرن بیستم بوده است و این فلاکت طولانی دامنگیر مردمی شده که الان زیر خط فقر اکثریتش زندگی می‌کنن. ساختارهای اقتصادی چنان ضرباتی دیده که حتی کومیک تراژیک، یعنی شما ببینید وقتی که در این مملکت وضع کارگاه‌های تولیدی به کجا رسیدی که دست و بیل و مهر هم که اصطلاح کوچکترین حلقه تولیدی و مهر و سجاده و اینا حتی از چین وارد میکنن. یک چنین ننگی خب در تاریخ معاصر ایران وجود نداشته. درسته که ما غیر از دوران پیشوای آزادی مردم ایران، دکتر مصدق، دوران آزادی به خودمون ندیدیم در ایران، ولی به لحاظ اقتصادی هم وضعمون به این گدایی که الان اونا دارن نبوده. بله، این که میگوید ما به مستضعفین جهان کمک میکنیم یا از کمک به مستضعفین جهان کوتاهی نخواهیم کرد، این واقعا به تعریض میگوید که در ایران مستضعفی وجود ندارد. آیا این آقا با حقایق امور در ارتباط نیست؟ همونچه که شما فرمودید، بخش عظیمی از ملت ایران زیر خط فقرند. خب اینا مستضعفین ایران هستند. یکی نیست در این رژیم که آقا به ایشون یک اخطاری بدهد که آقا مستضعفین ایران اینها حق تقدم دارند به آدم کشان نمیدونم فلسطین و اینها. مثلی که کسی نیست واقعا که یا جرأت بکند، یا اینکه این سیاستش بدین وجه هست که تا قطره آخر اون چی ملت سرمایه دارد به جیب عرض کنم که، یعنی صرف ماجراجویی و شیعه گستری بشود، وگرنه میسر نیست که یک کشور خودش نیازمند باشه و این تعداد زیر خط فقر باشند، اما ثروت اونا مستقیما برود به جای دیگر و خرج کسانی بشود که در جای جای تاریخ هم با ایران دشمن بودند و هم قلبن هستند. در واقع هیچ گونه رفاقتی بین ما و اینها نبوده به حسب بلاد تاریخی.
میخواستم نظر شما رو بپرسم ببینم. خب شما خوب به یاد دارید که برای آقای خمینی مرز و میهن هیچ بود. بله. حتی زبان خودش گفت هیچ. چه فکری دارید گفت هیچ. نه؟ بله. و بارها هم مسئله نداشتن مرز و میهن و چیزی به نام وطن رو ایشون استراحتی داشت که اون استراحت و جانشینانش هم ندارن و همون کار رو میکنن، شدیدتر و بدتر هم میکنن. مسئله به نام ملت و مساله ملی و حتی آن چیزی که دجالانه به نام مستضعفین هم مطرح میکنن، در واقع بنیاد مستضعفین، در واقع بنیاد قدرتمداران ایرانه که بالاترین ارقام ثروت رو به خودش اختصاص داده و به هیچ وجه در کانادا سرمایه گذاری میکنن، در پروژه های بزرگ سودآور سرمایه گذاری میکنن، ولی برای بیمسکنان و فقرا و حاشیه نشینان میلیونی شهرهای ایران هیچ پروژه‌ای نیست. الان شما ببینید چه وضع اسفناکی شهر اطراف شهرهای ایران پیدا کرده. بدون آب میلیون ها نفر در حاشیه شهرها زندگی واقعا اسفناکی دارن که از سر اضطرار آمدن از روستاهای ورشکست شده، روستاهایی که به طریق اولا هم اونجا سرمایه گذاری نشده و دچار فقر و فاقه و در سالهای اخیر کم آبی و الان دیگه بی آبی شدن، یا اینکه در اطراف دریاچه مثل دریاچه ارومیه صحبت اینه که صدها روستا پشت سر هم داره خالی میشه برای که تمام این منطقه در معرض طوفان‌های نمکی هستش با صدها هزاران خروار نمکی که از دریاچه ارومیه باقی مونده، کشاورزی در معرض ورشکستگی هست. خب این مردم صحبت اینه که در آذربایجان غربی و شرقی به چیزی حدود 18 میلیون انسان و کشاورزی و اقتصاد اونها در معرض این طوفان‌های نمکی و خطر نابودی هست. خب مردم از سر ناچاری جابجا میشن، کوچ وجود داره. بعد آدمای خود همین رژیم، مسئولانی که توی این 30 سال بارها و بارها در پست وزارت بودن و اصلا مسئول این ویرانی‌ها هستن و همونطور که شما گفتید سزاوار محاکمه و محکومیت هستن در هر کشور معمولی دیگری، نمیگم کشورهای دموکراتیک پیشرفته، در هر کشور معمولی دیگه ایم که قواعد اولیه زیست و بقا در اونجا حاکم بود، اینجور افراد بایستی خیلی وقت پیش محاکمه میشدن و به سزای اعمالشون میرسیدن، ولی اینها با دریدگی تمام. مثلا شما ببینید همین چندی پیش خاطرتون هست که آقایی به نام عیسی کلانتری از وزرای دوره رفسنجانی، از مسئولان سدسازی ها و از مسئولان ضربات مهیب به محیط زیست ایران میاد جلوی میکروفون میشینه، جلوی دوربین میشینه و رک و پوزکنده بدونی که خجالت بکشه این غلط زیادی رو میکنه که 50 میلیون ایرانی برای که دیگران باقی مونده ها، یعنی اون 20 میلیون دیگه آب داشته باشن، 50 میلیون ایرانی باید از ایران برن. از کردم غلط زیادیه، ولی این دریدگی و این درجه از وقاحت در این سیستم هستش و ما ناظر بسیاری از عواقب وحشتناک چنین حاکمانی در میهنمون هست. این عربی است و اینها گفتیم آقا چه بگوییم؟ پس بگوییم که شرح و خواندن به هر صورت بعض لغات رو ما باید استفاده کنیم. باری بگذاریم از این داستان، اجازه بدید که سخنمون رو با دوست گرامی دکتر کریم قسیم ادامه بدهیم. درود مجدد بر شما دکتر قسیم. خیلی موضوع خوبی رو مطرح کردید، موضوع محیط زیست یکی از مطالب مهم و حیاتی کشور ما هست و شما هم با در واقع سابقه طولانی که در این امر دارید بحث خوبی رو باز کردید. اجازه بدید در این مسیر ادامه بدهیم. میگویند که آبهای زیرزمینی به علت چاه زدنهای بیرویه پایین نشسته و متخصصین میگویند 5,000 تا 10,000 سال طول میکشد اگر اینها متوقع بشد تا این جبران بشود. مرداب ها اون خوش شدن، عرض میکنم رودخانه ها رو در واقع سد زدن نزدیک کوه نمک
دیگه تقریبا آرام آرام این حیات وحش ایران هم داره رو به پایان میرسه. من دیدم یک آخوندی گفته بود اینقدر نگویید که این شکارها رو نزنید، بزنید، خدا خلق کرده که شما بخورید. و دیدم یک دوستی که خیلی هم به ما لطف کردن و محبت میکردن و علاقه نشون میدادن، عکسی فرستادن که یک گوزنی رو زدن دارن پوست میکردن در جنوب. گفتم آقا پس قانونی نیست، شما چه میکنی؟ گفت نه آقا، یک چیزی بود، شکاربانی بود، کشتنش و یکی هم تیر و تفنگ کردن فرار کردن. ما هم که میریم خب البته نرا رو میزنیم. گفتیم خب شما نرارم که بزنید بعد تولید نسل چگونه قراره بشود که حالا لطف میکنید شما نرا رو میزنید؟ عکسای من دیدم 4 تا 5 تا گوز، یه آقای جوانی هم یه تفنگ شکسته دست گرفته بالا سر اینها ایستاده. واقعا آدم متاسف میشه. جمعا در ایران میدانید که یوز پلنگ آسیایی فقط در اختیار ایران هست. هندی ها آمدن اصرار و الها که آقا دو تا از این یوز پلنگ ها ما بدیم با بریم نگهداری کنیم و نجاش تکثیر کنیم، ندادن. گفتن ما میخوایم مونوپولی یوز پلنگ در اختیار ما باشد. این است که این در واقع تنوعی که در حیات وحش در ایران بود، از ببرهای مازندران بگیرید تا جنوب و گورخرها و اینها، که گورخرها بیشتر در واقع عرض کنم که آبشخور اینها، مرداب گاوخونی و اینها بود، با بستن در واقع منحرف کردن زایندرود و اینها گورخرها هم بیچاره شدن. و اینها مطالب خیلی مهمی است که شما البته تخصص شماست، من خیلی مایلم و دوست دارم که شما در این باب سخن بگید و اطلاعاتون در اختیار هموطنان بذارید. آقای مشیری عزیز، وضعیت محیط زیست ایران بسیار بسیار فاجعه انگیزتر از این و آن جنبه یا صدماتی که به عرصه وحوش ایران و محیط حیوانات ایران، پلنگ ببر مازندران و گورخرهای کبیر ایران، تمام اینها جنبه هایی از یک فاجعه سراسری هستش که به کل و کمال محیط زیست ایران رو در خود داره فرو میبره و تازه آنقدر ابعاد این فاجعه بالا گرفته که ناگزیر بخشی از این کوه یخ رو اینها خودشون علنی میکنن و اخیراً میان پشت جلوی دوربین و گوشه ای از حقایق رو باز میکنن. شما ببینید فقط در عرصه شمال ایران که بخش عمده یا بیش از 3/4 جنگل های ایران در اینجا قرار داشته، من ماضی صحبت میکنم چون اکنون دیگه قرار نداره، الان درختستان هایی هستن با نهال های 1-2 سانتی در بسیاری از عرصه ها، و جنگل که در اونجا مال حتی جنگل هایی که سابقش به دوران باستانی میرسیده. بله. و خوشبختانه در شمال ایران این تنوع تا همین چندی پیش و در گوشه های کوچکی مثلا مثل جنگل گلستان تا همین الان هم در ابعاد بسیار محدودی وجود داشته، رو به انقراض هستش. همه این نعمات این سرزمین جاوید رو به قول زیبای شما، تمام نعمات ایران زمین رو، نعمات طبیعی ایران زمین رو آخوند داره تبدیل به پول و اختلاس میکنه. یعنی پدیده تبدیل این ثروت‌های طبیعی به پول یه امر بسیار فاجعه بار و سنگینیه. کجا در کدوم کشور آقای مشیری باید این درد رو به کجا فریاد کرد که خاک این سرزمین رو میفروشند و تبدیل به پول میکنن و هیچ کس هم نه جلوشو تا حالا تونسته بگیره مگر اینکه میلیون ها نفر برن خیابون و تکلیف این ملک و ملت رو با این تاراجگران و اشغالگران رو که مثل نیروی اشغالگر واقعا مثل غنیمت جنگی به نعمات محیط زیست ایران رفتار میکنن. شما ببینید چه بر سر آبهای ایران آوردن که شما اشاره کردید، درست از کارشناسان نقل قول کردید، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، ذخایر آبی ایران، دریاچه ها، رودها، تالاب ها. ببینید چه فاجعه‌ای در تالاب هامون
جایی که همیشه به هامون زنده بوده اقتصاد زابل و بله. منطقه سیستان. الان ببینید این تالاب خوش شده با اون اقتصاد هم در نه تنها در معرض انواع اقسام مصیبت های اقتصادی بیکاری و اینها هستش، بلکه در معرض ریزگرد و این فاجعه جدید که الان چند ساله امان از مردم بریده. شما ببینید این از کجا میاد؟ پی میگن از عراق، از تالاب‌های خوش شده خود ایران هم میاد، از در واقع سمومی که در عمق این تالاب‌ها جمع شده بوده و خاصیت تالاب بوده و الان خشک شده و پود شده و توسط کوچکترین بادی به ریزگرد تبدیل میشه و شهرها و جمعیت‌های عظیم شهری رو. بزرگترین فاجعه به نظر من و بسیاری از کارشناسان محیط زیست بین‌المللی هم این نظر رو دارن و این کاملا قابل فهم، بزرگترین فاجعه این حکم اسلامی خامنه‌ای و دار دستش هستش که جمعیت باید بره بالا بدون اینکه تدارک الزامات زیستی زندگی معمولی، اقتصاد، اشتغال، بهداشت این میلیون ها نفری که افسوده میشن ببینن، هی جمعیت اضافه بشه. ما میخوایم 120 میلیون داشته باشیم، 150 میلیون امت شیعه داشته باشیم و غیره و زاله. نتیجه این افزایش جمعیت از جمله وضع اسفناک و بحرانی محیط زیست ایران در هر زمینه هستش. آنچنان در ابعاد تخریبی جنگل تراشی، آلودگی آبها، آلودگی هوا، نابودی در واقع حیوانات ایران و اصطلاح وحوش بومی ایران که ثروت ذی‌قیمت این مملکت و این ملک و ملت بوده، آنچنان اینها پیشرفته است که الان به قول یه نفر که به شوخی و خنده میگفت وقتی که باران نمیاد این آخوندها نماز وحشت میخونن، حالا دیگه وقتی باران هم میاد در شمال ایران که پدران ما، مادران ما اصلا سیل ندیده بودن، آقای مشیری در شمال ایران بله. انبوه جنگل ها اجازه نمیداد که سیلابی سرازیر بشه، ولی الان نیم ساعت که واقعا نیم ساعت تا یک ساعت که باران میماره در کوهستانی ترین نواحی در ماسال و دیگر جنگل های شمال کشور در همه این نواحی شمال سیلاب و خرابی جزو رویدادهای دائمی هستش که به صورت افزاینده باعث روبرو هستیم و این باعث شسته شدن باز خاک میشه و این شسته شدن خاک یعنی از دست رفتن ذی‌قیمت‌ترین در واقع ماده اولیه که طبیعت ایران داره و نتیجهش فجایع مختلفی که در عرصه‌های مختلف محیط زیست سر ملت ایران میاد. شما ببینید ما فقط در یک مورد مقایسه بکنید با کشوری که همچین کشور پیشرفته‌ای به لحاظ محیط زیست نیست، ولی یک تعادلی رو تونستن حفظ بکنن با کشور ترکیه. دو تا دریاچه به صورت متقارن در فاصله 200 کیلومتر از همدیگه قرار داشتن، دریاچه وان و دریاچه ارومیه. شما ببینید تمام عکس‌های هوایی نشون میدن که دریاچه وان به همون خوبی و در واقع پر آبی و سلامتی که 20 سال گویا ارتباط ما قطع شد سپر جان. خب تا برگردیم به ارتباط و برقرار بشه با دوست گرامی دکتر قسیم، یک توضیح در باب ببر مازندران خدمتتون بدم که این ببرهای مازندران و شیرهای خوزستان در زمان قاجارها بر افتادن. آخرین ببر مازندران در باغ وحش برلین در سال 1944-45 دیده شد بر اثر بمباران‌ها متفقین اینها. این آخرین ببر مازندران از میان رفت. از آن پس هرچی روس‌ها و ایرانی‌ها و خارجی آمدن پیدا بکنن که آیا ببر مازندران برجاست یا نه، چیزی پیدا نشد و نسل این ببر زیبا و عظیم منقرض شده است. همچنین بوده است در واقع ایران سرزمین شیر بوده. به حقی میگوید سلطان مسعود در یک شکار 12 شیر شکار کرد، به خصوص در خوزستان. و آقای لایارد که آمده است به بختیاری و در خوزستان توصیف دقیقی از شیرهای بزرگ ایران داده.
که البته خوشبختانه اروپایی ها در همون روزگاران شاید تعداد از این شیرها رو بردن و گویا یکیشو برگردوندن به ایران. اینا چه خواستم تصحیح کرده باشم. دکتر قاسم، من رفتم منزل یکی از دوستان در شمال کالیفرنیا، تپه‌ای بوده که دو منزل درش بود، بقیه تپه‌های سرسبز و اینا هیچ خانه‌ای نبود. گفتم که دوست عزیز اینجا خانه؟ گفتن که هیچ کس اجازه ندارد یک شاخه از این درخت ها بشکنن یا درختی رو قطع بکنن برای خانه سازی. من شنیدم جنگل ها رو قطع میکنن آخوندها برای خود ویلا میسازن. این صحیحه واقعا؟ این که یکی از پدیده های کاملا روزمره وضع داخل کشور. ببینید بین نقاط خیلی کلاسیکی ناحیه گرگان، ناحیه جنگل های گلستان، یادتونه دیگه، انبوه جنگل ها در واقع هم مناظر دلانگیزی رو برای گردشگری ارائه میداد و هم در واقع یکی از ذخایر بزرگ گیاهی میهن ما بود. انبوه جنگل ها رو پاک تراشی کردن، اصلا اصطلاح دارن میگن دیگه الان کف تراشی، یعنی پاک می تراشن. حالا بخش عظیمی از اینها با جوازه، بخششون بدون جوازه. و شما در نظر بگیرید، من به شما یه فاکتی خدمت شما و بینندگان شنوندگان محترم شما عرض میکنم که اصلا سابقه در ایران نداشته. ما زندانی سیاسی از بخش محیطبان و شکاربان در ایران نداشتیم. یکی از پدیده های دستاورد این زمانه اینه که تعداد رو به افزایشی ما پروژه های قضایی داریم از زندانیانی که زندانی عقیدتی در واقع شکاربان هستن، یعنی شکاربانانی که به زندان افتادن در اثر تمهید ها و دخالت های سپاه پاسداران. بخش هایی از سپاه پاسداران در حین تعرض به محیط زیست شمال، حتی در زاگرس این اتفاق افتاده، ثبت شده، از روی اینترنت هم حتی وجود داره، جلوی اینها محیطبانان محلی وای میستن یا شکاربانان جلوی گروه هایی که به صورت غیر قانونی به مناطق شکار حمله میکنن و بدون داشتن پروانه یا خارج از در واقع زمان مربوطه. در شما میدونید در زمان خاصی برای تولید نسل نباید شکار کرد، بله، یا محدود باید شکار کرد. خب میان در هر زمانی، اولا با انواع اقسام سلاح‌های مرگ جمعی، یعنی نارنجک رو میندازن توی دریاچه، نارنجک رو میندازن توی رودخانه. خب دست کی نارنجک هستش؟ دست مردم عادی که نارنجک نیست. اینها نیروهایی هستن که حالا وقتی که پرونده گندش در میاد و به جاهای باریکی میکشه، میگن که اینها افرادی هستن که خودسر بودن و غیره و زالگی، و این ماجرای خودسر رو همه ایرانی ها الان دیگه از دوران قتل‌های زنجیری میشناسن که به چه معناست. وقتی که گندش در میاد و قراره که کار به جاهای بالا بکشه و دستگیری ها به بالا بره، زود میگن گروه های خودسر. به هر حال گروه های خودسر سپاه پاسداران واقعا یکی از بلایای محیط زیست ایران هم. بله. یکی از نتایجش آقای مشیری اینه که بسیاری از محیطبانا و شکاربانان با شرفی که بنابه وظیفه خودشون در مقابل اینها وای میستن، اینا مورد تعرض قرار میگیرن، دستگیر میشن، کتک میخورن و حتی به قتل میرسن. ما الان پرونده های زیادی در مورد قتل و جرح و جنایت و بسیاری از مشکلات در واقع این شکاربانان و محیطبانا داریم که زندانی داریم از اینها. و این یک پدیده شگفتیه که من فکر نمی کنم در عرصه کشور دیگری، معمولا به اینجور افراد جایزه میدن، اینها برجستگان بله. محیطیست هستن، ولی اینها در زندان بعضا کشته شدن، بعضا پرونده این ماجراها به جاهای باریکی کشیده و حتی کشنده رو هم بعد کشتن، یعنی گندش در آمده که انقدر رسوا بوده که تونستن وقتی که افراد وکیل و قاضی با شرف این مسئله رو پیگیری کردن، کار به جای باریک کشیده و وقتی که میخوان جلوش رو بگیرن، خب این روش رو میدونیم
محدودش میکنن، گروه خودسر اجازه نداشته، با تصمیم خودش این تجاوز کرده، محدودش میکنن و افراد در واقع در یک دایره کوچکتری یا غیبشون میزنه یا به قتل میرسن، در تصادف کشته میشن. کلی از این ماجراها ما الان داریم و محیط زیست ما وارد شرایطی شده که دست به هر جا که شما میزنیم، ما در واقع یک عرصه از محورهای گوناگون محیط زیست نداریم که اونجا بگیم آقا یه خورده بس آرامه. در تمام عرصه‌های آب و زمین و گیاه و حیوانی، در تمام این عرصه‌ها وضعیت بحرانی و قرمز هستش و ماجرا اینه که چشمنداز چی میشه. بعضیا میگن یکی از دلایل شادمانی که این پول‌ها آزاد شده که مشکلات اقتصادی، مشکلات مملکت رفع میشه. آیا دستگاه خامنه‌ای با تمام این دولت‌های 11 گانه‌ای که تا حالا داشته ثروت نفت رو خرج محیط زیست کرده؟ آیا خرج اقتصاد کرده؟ آیا اینها دست برمی‌دارن از خرج صدها میلیارد پول این ملک و ملت در پروژه‌های صدور انقلاب و پروژه‌های کمک به فاشیستای اسلامی سراسر کشورها؟ آیا از خرج کردن برای انواع اقسام گروه‌های حزب الله و چیزی که به نام جنبش جهانی به اصطلاح اسلام عزیز دارن دست برخواهند داشت؟ آیا اینها از دخالت در عراق که واقعا چاه ویلی است و میلیاردها میلیارد ثروت و نیرو از ایرانی‌ها بالا کشیده دست برخواهند داشت؟ اینا تازه در جاهای دیگه‌ای مثل یمن هم دخالت می‌کنن، در شاخ آفریقا دخالت می‌کنن. یعنی می‌بینیم که فاجعه چند جانبه و در واقع همه جانبه محیط زیست ایران درگیر رژیمی است که بسیاری فجایع اقتصادی و فرهنگی و وضع اعتیاد و بدبختی‌های دیگه این مملکت هم با همون درگیری. یعنی در نهایت میرسیم به اون پیچ اصلی که پیچ سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیکه، یعنی در واقع دستگاه و سیستم ولایت فقیه و کل این شبکه آخونده. و اینجا دیگه مسئله فقط با این رفرم و اون رفرم درست نمیشه، کما اینکه آن کسانی که فکر میکردن با اصلاح طلبی و اصلاحات هم میتونن کاری بکنن آمدن آزمایش کردن و در سال 88، از سال 88 که رأس این افراد در حذف هستن، ولی تازه قبلش هم یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ 30 چند ساله اخیر، دوره خاتمیه. بسیاری از فجایعی که الان به لحاظ سختسازی و عوارض و عواقبشه در دوره رفسنجانی و خاتمی اتفاق افتاده، بسیاری از سدهایی که الان با کوه نمک زیرش آبگیریش در دوره احمدی نژاد بوده ولی ساختنش در دوره رفسنجانی و خاتمی بوده، بسیاری از فجایع بزرگ پروژه‌های تخریب جنگل‌های ایران مثل اون چیزی که تحت عنوان آزادراه تهران شمال که بزرگترین حجم تخریب رو در شمال ایران انجام داده و آقای مشیری هنوز که هنوز پایان نیافته، یعنی قرار بود در ظرف مدت چند سال الان چند دهه شده و هنوز ادامه داره. یعنی هم بدبختی های محیط زیستی ادامه داره و هم خرج پول و ثروت ادامه داره. تازه اول بنیاد مستضعفان این پروژه رو گرفته بود که سود و استفاده هاشو ببره، بعد که رسید به خرج کردن پس داد، گفت ما نمیتونیم، پول نداریم. شما فکرشو بکنید، بنیاد مستضعفان گفت پول نداریم، که حالا حساب میرسه، که بررسی میکنه که راست و دروغ این پروژه ها و این گفته ها رو ارزیابی میکنه، گفت چون به خرج رسید گفت پول نداریم، انداخت گردن دولت. دولت هم میگه برای این بخشش، برای اون بخشش پول نداریم. همینجوری بیرانی و برداشت های محیط زیستی از اطراف ادامه داره. هی اطراف این مسیر شهرک درست کردن، زمینخاری کردن، زمینها رو به قیمت های فوق العاده افزاینده فروختن، قارت ادامه پیدا کرد ولی پروژه به نهایت نرسید، برای که در واقع پروژه یه وسیله بود برای باز کردن یک عرصه جدیدی از قارت‌های اقتصادی و زمین‌خواری. به این کار ادامه داره، برای که در واقع عامل اصلی و ایجاد کننده این شرایط سر کاره و گمان نمی‌کنم که با این بازی تفاهم نامه و این قراردادی که امضا کردن ما گشایشی در این بحران ها داشته باشیم. گمان نمی کنم
من شخصا از نظر گشایش امور با این توافقنامه بیشتر نگرانی دارم تا شادمانی که الان این روزها صحبتمون رو باهاش شروع کرد. خب دلیلش هم بایستی واضح باشه دکتر قصیم. وقتی فساد هست، وقتی که هیچ کس در مقابل مردم مسئول نیست، وقتی که ملت اختیاری از خود ندارد، من فکر نمی کنم هیچ دارویی و هیچ دوایی و هیچ نسخهی برای اصلاح این رژیم باشد. حقیقتا این اصلاح طلبی هم یک قصه پرقصه است. چه چیزی رو قرار از اصلاح بکنند؟ چه چیزی قرین اصلاح این رژیم آن است که این رژیم نباشد و این نهادهای فاشیستیش نباشد؟ اونها هم که قبول نمی کنند که یک اینچ جا به جا بشوند که اصلاحی تولید بشود. نه این رژیم قابل اصلاح است، نه در واقع تعلیمات اسلامی قابل اصلاح است. یعنی اصلاح در دین خود یک مسئله و یک چپتر خیلی بزرگی در تاریخ اروپا بوده. یعنی اصلاح در دین نشد پیش آن. اما اصلاح در دین میسر نیست، به جهت اینکه به طرز قاطع میگویند که اینا از آسمان آمده و اینها تا روز قیامت باشه. یعنی همین جنایات عجیب و فجیع و عنیفی که انجام میشه، مثل بریدن دست و چشم در آوردن، از این کارها، اینا حتی اینا رو هم ادامه میدهند. یعنی این کارهای عجیب ظالمانه ضد بشری که حیثیت مملکت و تاریخ این فرهنگ مملکت هم میبره، اینا هم حاضر نیستن اصلاح بکنن. یعنی در واقع در موضوع مجازات همونهایی که وحشی های بیابان های قدیم میکردن انجام میدن. بنابراین من واقعا نفهمیدم این اصلاح طلب ها چگونه میخوان اصلاح کنن. یکی از اینا خانم عرض کنم که شیرین عبادی بود، که نمیدونم الان کجایشون متواری هستن در واقع، و جواب کارهای خودش هم بیچاره دی جواب اصلاح طلبیش. یکیش هم این سید محمد خاتمی بود که در واقع آمده بود رئیس جمهور کشور شده بود و اصلاح طلبی. میخواستم به طور عمومی ببینم نظر شما راجع به اصلاح طلبی چیست. واقعا فکر میکنید یک رژیم مثل رژیم هیتلر که ایدئولوگ هست و اینا که هزار بار بدتر هستن، واقعا اصلاح پذیر هستن؟ جناب مشیری، اگر اصلاح طلبی و اصلا مفهوم اصلاح شدنی بود و در واقع هم مملکت به صورتی بود که قوای اجتماعی سیاسی موجود خود ایرانی ها شرایط اصلاحات رو فراهم می کردن، کدام آدم با خردی است که اصلاح رو بگذاره و بره دنبال شورش و انقلابی که کشت و کشتار هم میتونه با خودش بیاره و از سر ناگزیری مملکت دچار آشوب و دگرگونی های مخوفی بشه. اما اصلاح، من شخصا فکر میکنم اصلاح بالاتر از انقلاب هر آینه واقعیت زیربنایی داشته باشه. شما ببینید مملکتی مثل آلمان رو بنده گذاشتم و زمان انقلاب رفتم ایران برای کمک به میهنم، برای کمک به بازسازی، و قصد بازگشت نداشتم به آلمان، در حالی که همه امکانات زندگی مادی رو یه پزشک جراح اون موقع داشت و میتونست اینجا بمونه، ولی از سر میهن دوستی و احساس وظیفه رفتم. برای اصلاح امور با تمام نیرو حاضر بودم در هر گوشه‌ای از ایران کار کنم. اما وقتی که شما در عرض یک فرصت کوتاهی تبدیل به فراری میشید و برای حفظ جان، حتی در اون 6 سالی که در ایران تا آخرین امکانات باقی موندم، در همون 6 سال هم باید از کار دولتی فرار میکردم، برای که همون کمیته های حزب اللهی که ریاست و مدیریت بیمارستان بود، چه در شما در تهران بیمارستان لقمان دوله یا بیمارستان دانشگاه ملی، چه در جاهایی که بعد مجبور شدم از بیمارستان اولیه برم و یواشکی مثلا برم شمال و اونجا استخدام بشم، اونجا هم کمیته های اسلامی، انجمن های اسلامی مدیر بیمارستان شده بودم و بر پزشک و پرستار و تمام امکانات پزشکی یک عده از رفتگرانی که در انجمن اسلامی بودن مدیریت بیمارستان رو به عهده گرفته بودن
و اینها خیلی زود با آقایان پزشکی که این عقیده را دارن یا اون عقیده دارن آنچنان در یک تضاد آنتاگونیستی و تضاد آشتی ناپذیر قرار گرفتن که یا بایستی به هر چه اونها میخواستن از جمله اینکه زخمی های مثلا فرض کنید فدائیان و مجاهدین رو نبایستی در جنگ های داخلی رامسر، بنده اونجا در بیمارستان سابقا پهلوی و بعد شریعتی شاغل بودم. چه سالهایی بود دکتر؟ سال بعد از شروع جنگ بین 59 و 60، هنوز درگیری های 30 خرداد 60 هم شروع نشده بود، یعنی در درگیری های شهری بین 59 و 60 25 شهر با اون نطق معروف مهیب شخص خمینی بنده جمع کردم رفتم، خانواده رو جمع کردیم رفتیم از اونجا ناگزیر تحت عنوان مرخصی، وگرنه سرمون اونجا میبریدن. بله. اما در اون حدوداً یک سال قبلی که بنده اونجا شاغل بودم بسیاری از مشکلات روزمره، این یه نوع کار اصلاح طلبی بود دیگه که اونجا یک نفر متخصص کمک بکنه به شرایط بهداشت و درمان شهر. و وقتی زخمی میشن جوانان مملکت، خارج از این که من طرفدار چه گروهی بودم یا نبودم، باید زخمی ها رو معالجه کنم. خب این زخمی ها رو میوردن آمبولانس اورژانس بیمارستان، باید زخماشون رو ما معالجه میکردیم. نه خیر، اونجا از سپاه پاسداران آدم وایستده بود که آقا اینا رو نه، اونا رو نه، عجب، مجاهدین رو نه، اون گروه رو نه، یا اول اینا بعد اونا. در این فاصله که ما به زخمی های خود سپاه می رسیدیم ناگزی، اون زخمی های گروه های مخالف رو اونها سرشون رو زیر آب می کردن یا می رو بودن. خب این در چنین شرایطی، در بحث اصلاح طلبی من وارد این مثال ها می شم، در چنین شرایطی شما حتی نمی تونید کار معمولی روزمره زندگی رو انجام بدید. بله. کاری که بخواید اصلاحاتی هم انجام بدید و وضع رو بهتر کنید، آرام کنید، در این حال تکمیل کنید، بهتر کنید، کیفیتشو بیارید بالا. اصلاح طلبی احتیاج به زمینهای ساختاری و طبیعی موجود در یک مملکت داره. وقتی که من برگشتم ناگزیر فرار کردم و دو مرتبه برگشتم آلمان، نسبت به 6 سال پیش که رفته بودم بسیاری پیشرفت‌ها در این مملکت دیدم. بله. آشکارا پیشرفت دیدم. ناگهان متوجه شدم حتی تکنولوژی ایستگاه قطار، تکنولوژی فرودگاه، تکنولوژی محیط مسافرتی که وارد شده بودم داره عوض میشه، چیز جدید میبینم. اون دورانی بود که انقلاب کامپیوتری شده بود. یعنی شما حتی چند سال کوتاه هم وقتی که در این کشورها نیستی تحولاتی انجام گرفته. بله. و خود به خود اصلاحاتی شده، ولی این کار در کشور ما متاسفانه معکوسه. یعنی الان آیا وضع محیط زیست نسبت به زمان گذشته، رژیم گذشته بهتره یا بدتر؟ وضع اقتصاد بهتره یا بدتر؟ وضع اجتماعی و بهداشت، وضع اعتیاد؟ مملکت داره تبدیل به دیوونه خونه میشه، با عرض معذرت از هموطنان. چرا باید این مطب‌های روانشناسی قلقله باشه در ایران؟ چرا باید ارقام معتادان سر به چندین و چند ده میلیون بکشه؟ چرا باید این فلاکت ها و این بدبختی ها که معمولا وظیفه اصلاحات کاهش این بدبختی هست افزایش پیدا کنه؟ آیا خامنه ای با این پولایی که آزاد میشه به این نوع مشکلات رسیدگی خواهد کرد؟ آیا پول عقب مانده کارگرها رو خواهد داد؟ پول عقب مانده معلمین رو خواهد داد؟ چرا باید مملکت ما بعضش به یک جایی برسه که میلیون ها نفر معلم انقدر وضعیتشون دراماتیک بشه که دائما در حال اعتصاب و استغاثه برای بالا بردن حقوقشون باشن و مرتب حقوقا صحبت حقوق عقب مانده، عقب افتاده؟ آخر مملکت شما دست به هر جاش که میذاری میبینید که فاجعه‌ای در شرف تکوین هستش و این فجایع وقتی دست به دست هم بده تمدن ما رو به خطر میندازه، یعنی پایه‌های زیستی تاریخی ما رو. بله، درود بر شما. یکی از کارشناسا گفته بود اقلیم ایران داره عوض میشه، راستم گفته بود، دما داره عوض میشه، آب و هوا و گیاه داره از بین میره. خب در یک چنین مملکتی
وضعیت داره به طرف دریاچه آرال میره. شما میدونید که یکی از فاجعه های بزرگ محیط زیستی دنیا سرنوشت دریاچه آراله. حالا دریاچه ارومیه هم همونجوری داره میشه و ما در سراسر ایران با وضعیت های واقعا دراماتیک روبرو هستیم. به نظر من درمان بایستی از اون پیچ اصلی شروع بشه که موجبات تمام این فجایع رو ایجاد کرده و دستبردار هم نیست و میبینیم که پدیده اختلاس در ایران یه پدیده جدیدیه با ابعادی که اصلا در هیچ دوره از تاریخ ما وجود نداشته. یعنی اون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، فساد تبدیل به فساد مطلق شده و فساد مطلق همچنان که قدرت مطلق فساد میاره و فساد مطلق هم با وضعیت فاجعه باری ملک و ملت رو رو میکنه و ما در یک چنین گردابی قرار داریم. بله، عرض کنم این که فرمودید که به نسبت به قدیم بهتر شده، یه چیزی یادم اومد، یه خاطره بهبودی نقل کرده از رضا شاه و موضوع جنگل که رفت به شمال یک در یک سفر و این رئیس جنگلبانیش هم بود، دیدن یک نفر تو جنگلا قدم میزنه، فریاد کشید این آقا این چی میخواد، این بیکار در جنگل، رفتن گرفتن و دیدن بیچاره جنگلبانه. یعنی حساسیت نسبت به جنگل داشت، متوجه هستم هستین. یه موضوع دیگری که خواستم از شما سوال کنم که باورش واقعا خیلی مشکله و چون خیلی وحشتناکه، این است که خب با وسع شدن هیرمند زیانهای غیر قابل جبران خورد به مردم اون منطقه. بله. و این را هم میدانید که حاصل خیزترین زمینهای ایران که به قول آمریکایی‌ها فود بسکت میگن، یعنی زنبیل غذای ایران، اون منطقه بوده. ما از مالیات هایی که خلفای عرب میگرفتن از سیستان و بلوچستان، میبینیم بعد از آذربایجان که ثروتمندترین بوده و خراسان، سیستان و بلوچستان، گرچه سیستان و بلوچستان خود جزء خراسان بوده به هر حال. شنیدم که عرب ها خب خاک ندارن در تمام عربستان سعودی، شاید شما نمیدونم 2 کیلومتر مربع خاک قابل کشاورزی، ریگ روانه. اینها خاک میگوین خاک سیستان و بلوچستان رو با کامیون میفروشن. این یه چیز یک کار جنایی خارق العاده در حق ملت، شما فهمیدید ملک و ملت، درست میفرمایید. میخواستم ببینم شما هم چیز همچیزی شنیدی، چون من سند شما. بله، بارها و بارها، حتی ابودبی که ما خوندیم و دیدیم در فیلم ها جزیره درست کرده و به اصطلاح به سرزمین خوش خاکیش اضافه کرده، مشهوره که خاکی که ریخته به دریا و پر کرده عرصه هایی رو و اون عرصه آبی رو تبدیل به عرصه خشکی کرده و اونجا هتل های عجیب و غریب ساختن که لابد در فیلم ها دیدی، این عمدتا این خاک رو از ایران خریدن و از ایران منتقل شده و این گزارش هایی که راجع به انتقال خاک یک چیز شایعه نیست، گزارش های واقعی هستش که در بسیاری از روزنامه های حتی داخل کشور منعکس شده و یکی از مصیبت هایی است که اصلا معلوم نیست کی جواب پس میده، کی مسئول این قرارداد هاست و کی این ثروت های بنیادی. چون خاک این بشیری خاک از سنگ تولید میشه و به نسبت اینکه صحبت از چه نوع خاکی بکنیم، بین 800 تا 1000 سال طول میکشه تا سنگ های اولیه آهسته آهسته در اصل سایدگی با آب و باد کنده میشن و رفته 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 در یک فاصله بسیار بسیار طولانی، چون زمانهای زمین شناسی با زمانهای معمولی زندگی انسان خیلی خیلی فرق داره. بله. در فاصله چند صد ساله خاک تولید میشه و خاکهای ایران در واقع مبنای اقلیم ایران هستن. بله. خاک رو بفروشید بره زیرش سنگه. بله. سنگ نمیتونید به این سادگی دیگه گیاه داشته باشید. بله. هیچ چیز نمیتونید داشته باشید و خب میبینید که بیل اسلام عزیز تا چه اعماقی. بله. به کمر ملت ایران خورده. بله. به کمر مردم ایران خورده و این کسی که این بیل مهیب رو به کمر ملت ایران میزنه نمیتونه قراردادی رو امضا بکنه که مساله ملی و مساله مردم
درش نهفته باشه. شما مطمئن باشید هر قرارداد معمولی آدم واری رو هم اینا امضا بکنن یا از سر استرار که فشار به اینجاشون میرسه، بله، بکنه شما سرنیزه اومده اینجا، بله، یا از سر بیخردی و نادانی و حماقت و یا از سر سرمایه بالا کشیدن و در واقع منافع مالی مربوطه. آخوند در مقابل پول فوق‌العاده حساسه. گمان نمی‌کنم که شما بهتر با این نوع پدیده‌های تاریخ اسلام و گروه‌های مربوطه آشنایی دارید. من فکر نمی‌کنم در دنیا گروهی باشه که در تبدیل همه چیز به پول اینقدر مهارت داشته باشه. بله. خود اصلا این شایعات رو پشت یهودی ها و غیره درست کردن. اونا افراد خردمندی بودن. بله. با خرد و هوش و ذکاوت پولسازی میکردن. اینها با تاراج و غارت، بله، با تاراج، با غارت، بله، وگرنه با خاک یک ملتی نباید اینجوری بازی کرد. با جنگل هاش نباید. اینا مقدسات هم. بله. اگر مقدساتی وجود داره از نظر من همین چیزاست. بله. خود نیست که خاک و زیست بوم اینقدر اهمیت داره در افسانه ها، در تاریخ، در عقاید و نظرات. زنده باد. واقعیت اینه که تمدن یک سرزمینی روی خاک و گیاه و آبش سوار میشه. زنده باد. با یه همچین فاجعه ای روبرو هستیم. من پرهیز دارم واقعا، خودم اهل سیاه سازی نیستم، ولی هرچی به محیط زیست ایران توجه میکنم میبینم سیاهی بالاتر از سیاهی است. اینجا واقعا یک مواکی باز شده. بله. یک قرقابی باز شده. بله، همینجوری که میفرمایید. خیلی از شما سپاسگزارم. دکتر اجازه بدید که این سوال رو مطرح کنم که در روزگار حکومت سابق دسته های اورگانایز و مرتب و تشکیلاتی بودن در مخالفت با سیستم. حالا من بازم چگونه است که در این 35 سال گذشته با این همه فجایع و با این همه کشتارها، با همین مطالبی که شما اشاره فرمودید، هیچ در واقع تجمع تشکیلاتی برای امر مبارزه و موضوع حقوق ملت و حقوق بشر و همین محیط زیست و اینها وجود نداره؟ خیلی پراکنده هستیم ما ایرانی ها، با وجود اینکه ایرانیان موفق ترین، یکی از موفق ترین در واقع مهاجرین هستند در اینجا و در اروپا. چگونه است که اتفاق و اتحادی در این زمینه ها نیست؟ این به نظر شما چه دلیلی دارد؟ شما خوب میدونید که ما نه تنها در معرض یکی از سرکوبگرترین حکومت ها بوده این در طی این 36 سال، بلکه در معرض تحمیق فوق العاده غلیظی، چون که حکومت دینه و شما میدونید که حکومت دین اون هم یک چنین رشته ای و یک چنین شاخه ای از دین، یعنی فقاهتی، یک چنین تحمیقی در گمانم در دنیای معاصر ما کمتر باهش رو بیاریم. اصولا تحمیق ایدئولوژیک مذهبی یک سلاح مهیبی است که یک نسل‌های یک ملت رو دچار مصیبت عظما خواهد کرد. و البته در ایران خوشبختانه با روشنگری و با تلاش‌های زیاد رفته رفته اثر گذاشته و به نظر من دوران جدیدی از بیداری ایرانیان شروع شده. من میتونم اینجا این خبر خوشم در ضمن عرض کنم خدمتتون که در عرصه محیط زیست رو این که هیچ امکانات حزبی و فعالیت‌های سازمان یافته کلاسیک وجود نداره، ولی در یکی از معدود عرصه‌هایی که علارغم تمام تلاش‌های سرکوبگران از پایین گروه‌های محیط زیستی مردمی در اینجا و اونجا برای حفظ ابتدایی‌ترین منافع، شما بفرمایید مثلا در تمام ایران هیچ دولت مداری به فکر کارون نبوده، ولی مردم محلی زنجیره دفاع از کارون تشکیل دادن و هزاران نفر دست در دست هم
یک مدت کوتاهی رو به علامت حفظ کارون و آب کارون و جلوگیری از تخریب آبهای کارون که وحشتناک تخریب شده و حتی جابجا هم میشه بله. منتقل میکنن به جاهای دیگه، ولی از پایین گروه های مردمی رو به تشکیل در عرصه محیط زیست، چون زیادم در واقع امر سیاسی نبوده، امکانات باز از عرصه های دیگر. ولی شما حق دارید، گروه های سیاسی در معرض سرکوب و تحمیل، این دو حربه عظیمی که دست این حکومت بوده به نهایت مورد استفاده قرار گرفته و ما با یک وضعیت اپوزیسیون سازمان یافته‌ای در درون کشور متاسفانه مواجه نیستیم. امید آن است که همین نیروهایی که در عرصه مدنی فعال شدند، در عرصه‌های حقوقی، شما بفرمایید کی اصلا وکلای ایران دچار یک همچین مصیبتی بودن که در این یک سال اخیر ضرباتی از خود همین حکومت دریافت کردن، ولی مقاومت میکنن، مقاومت میکنن، شخصیت های برجسته از میانشون بیرون آمده که هم زندان میکشن، حتی از میان معلمین شخصیت های مقاومی بیرون میاد که برای حفظ پرنسیپ هاشون فریاد میزنه. معلمین خراسان، آقای خواستار یکی از نمایندگان معلمین خراسان که زنده باد زندان، یعنی میگه ترس از زندان دیگه ما نداریم، حقوق ما برجسته است، این حرف هست، بیایید منو ببرید زندان. یعنی ایشون البته برده بودن مدت طولانی در قل و زنجیر، حتی تصاویری از ایشون ما دیدیم در قل و زنجیر در بیمارستان، ولی این شخصیت مقاوم یا امثال هم در سایر عرصه ها، در عرصه وکلا خانم ستوده و دیگر مبارزین و مقاومین، اینها فعالیت هاشون رو انجام میدن و امیدوارم که نسل جوان و پر جمعیت به این مبارزین و مقاومین بپیوندن و امکانی برای چپه کردن ام الفساد ایجاد بکنن، چون مسئله اصلی همون ام الفساده و این رو همه میدونن، فقط بعضیا منافعشون ایجاب میکنه که این مسئله رو زیر سیبیلی در کنن، بلکه همه میدونن ام الفساد کیست و چه کار باید کرد. بله. مسئله فقط اینه که نسل جوان میتونه به خیابون بیاد و تعیین تکلیف. دکتر قاسم گرامی، از اینکه صبح به این زودی، یعنی در واقع شما امروز برنامه به وقت نماز در صبح صبح کاذب یا صبح صادق بود که شما از خواب برخاستید و خیلی لطف کردید که تشریف آوردید و در این برنامه با ما هموطنان صحبت کردید. امیدوارم باز وجود شریف شما رو در این برنامه داشته باشیم. تصدق شما ممنونه. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با دکتر کریم قاسم، با بلاغت تمام و با اطلاع تمام و با علم کامل و اشراف کافی در باب مسائل مورد نظر صحبت کرد. از کنم هموطن محسنی زنگ زدن، خواهش میکنم از ایشون، اسمشون رو نگذاشتن، گویا از تگزاس زنگ زدن، لطف کنن زنگ بزنن، صداشون من شنیدم اما تلفنی نبود خدمتشون زنگ بزنم، مرحمت بکنن مجدد زنگ بزنن، تلفنشون رو لطف کنن بذارن تا من بتونم باشون تماس بگیرم در باب موضوعی که صحبت کرده بودن باشون صحبت کنم. نامه های بسیاری هم آمده که تعدادش رو روز دوشنبه خواهم آورد و خدمتون خواهم خوان. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از سپهر گرامی و همه دوستان و هموطنان ناظرین در سرتاسر گیتی، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.